مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و مذهبی داریم و از وظایف مهم موزه ها این هستش که به میراث ناملموس هم توجه داشته باشن. به مناسبت ایام محرم در واقع و سفر، نزدیکی مسجد ارگ رو داریم، همجواری با مسجد ارگ. از طرفی روزگاری تکیه دولت در همجواری کاخ گلستان برنامه‌های عزاداری مفصلی داشته و از طرفی هم رسالت موزه مردم شناسی حفظ و در واقع ترویج میراث ناملموس هست. تصمیم گرفتیم که در ایام این دو ماهه برنامه‌هایی رو در نظر بگیریم که به صورت مجموعه و رویداد بتونه هم جذب مخاطب داشته باشه، هم بتونه توجه ویژه داشته باشه به میراث عاشورایی ما. خب این نمایشگاه هم مجموعه از آثار عاشورایی کاخ گلستان هست که اکثرا مربوط به دوره قاجاره. ما سعی کردیم که در 10 رویداد که یکی از رویدادهای اون آیین‌های عزاداری اقوام مختلف رو هم در کنار کارمون داشته باشیم که امروز 2 تا آیین برگزار شد، گیلان و بوشهر، که همزمان با افتتاح این نمایشگاه ما این آیین‌ها رو هم اجرا کردیم. مهم اینه که در این نمایشگاه ما سناریو داریم، یعنی از ویترین اولمون که اسناد شروع میشن، اسنادی که مربوط به برگزاری عزاداری ماه محرم هست، تابلوهای کمال‌الملک، خصوصا تابلویی که در قسمت مرکزی جنوب نمایشگاه قرار گرفته، تمام مراسمی که در تکیه دولت به صورت نوبت به نوبت در تکیه دولت اجرا میشده رو کمال‌الملک در یک تصویر به نمایش درآورده و همچنین خوشنویسی هایی که به صورت پرده از اشعار محتشم کاشانی ما داریم، اینها از آثار خاص نمایشگاه ما هستند. نقاشی درویشی در مخزن موزه مردم شناسی نگهداری میشد و به واسطه شرایط فیزیکی و کالبدی نامطلوبی که داشت به کارگاه مرمت آثار کاخ گلستان منتقل شد و مراحل نجات بخشی در حقیقت بر روی این تابلو انجام گرفت و پس از اینکه اقدامات فنی لازم برای این تابلو در حقیقت انجام شد، مرمت تابلو آغاز شد. اهمیت این تابلو در تاریخ این تابلو هست. تا به حال فکر میکردن که و تصور میشد که تابلوی نقاشی قهوه خانه یا در حقیقت این نقاشی که در حقیقت یک پرده درویشی هست مربوط به اواخر قاجار و اوایل پهلوی هست، اما با مرمت این تابلو و شناسایی تاریخی که روی این تابلو بود، در حقیقت قدمت وجود تابلو به دوره فتلی‌شاه در حقیقت تعمیم داد و قدمت این اثر رو بیشتر نمایان کرد. از ویژگی‌های دیگه این تابلو این هست که تنوع و تعداد روایت‌ها و داستان‌هایی که بر روی این تابلو نقش شده و روایت شده قریب به 72 روایت و داستان در حقیقت در این تابلو وجود دارد که در نوع خودش بی‌نظیر هست. این تابلو نقاشی نبوده که برای نصب روی دیوار یا جایی در نظر، بلکه این یک پرده درویشی بوده، یعنی به این شکل بوده که این به صورت در حقیقت لوله شده به توسط راوی از یک شهری یا یک روستایی به یک شهر یا روستای دیگه منتقل میشد و روایت واقعی عاشورا و سایر روایت هایی که مرتبط با همین موضوع بود رو بیان کرد. طبق برنامه‌ریزی که انجام شده انشاءالله در آینده خیلی نزدیک این تابلو در سالن عاشورای موزه مردم شناسی در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت و مردم انشاءالله میتونن از این تابلوی ارزشمند بازدید به عمل بیارن.